سلام دوستان امیدوارم خوب باشید با یک ویدیوی دیگه از خبرهای مربوط به فرانسه در خدمتتون هستیم پیش از تماشای این ویدیو اگر که هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید همچنین اگر که فکر میکنید که این اطلاع رسانی به زبان فارسی در مورد خبرهای مربوط به فرانسه مفید هستش خیلی ممنون میشیم که این ویدیو رو لایک بکنید این کار باعث حمایت از ما میشه و به ما انگیزه بیشتری میده که ویدیوهای مشابهی برای شما عزیزان تهیه بکنیم با ما همراه باشید در ادامه خبری که دیشب اعلام شدهش و من هم گزارشش رو کار کردم همونطور که میدونید دیشب امانوئل مکرون از قرنطینه جدید در فرانسه خبر داد امروز ژان کاستیکس نخست وزیر فرانسه به منظور توضیح جزئیات بیشتر برنامه دولت برای اعمال محدودیت‌های تازه کرونایی در مجلس ملی این کشور حاضر شده بود و یک سری محدودیتایی رو و جزئیاتش رو اعلام کرد از جمله ممنوعیت مصرف نوشیدنی‌های الکلی در معابر عمومی در سرتاسر سر فرانسه آقای کستکس هدف از اعمال این ممنوعیت رو کاهش تجمع مردم در اماکن عمومی عنوان کرد و توضیح داد که با همکاری استانداری ها و شهرداری اعمال این ممنوعیت در حاشیه رودخانه ها، اسکله ها و میادین اعمال خواهد شد. با آغاز فصل بهار و ادامه تعطیلات کافه ها، بارها و رستوران ها در فرانسه، جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور طی روزهای اخیر با تهیه مشروبات الکلی از سرویس بیرونبر بارها، کافه ها و سوپرمارکت ها در معابر عمومی تجمع می کردن و ضمن نوشیدن الکل از تابش آفتاب بهاری لذت می بردن. اقدامی که به گفته دولت موجب تسریع شیوع ویروس ج... کرونا یافته در این کشور شده است. مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه شب با تاکید بر گسترش محدودیت‌های کرونایی وضع شده در مناطق پرخطر به کل کشور از تعطیلی مدارس در آستانه آغاز تعطیلات بهار خبر داد و این ترتیب تردد در شهرهای فرانسه بجز در موارد ضروری پس از ساعت 19 و تا ساعت 6 صبح ممنوع خواهد بود و در طول روز نیز شهروندان نباید تا بیش از شعاع 10 کیلومتری از محل سکونت خود فاصله بگیرند همچنین کسب و کارهای غیر ضروری نیز به مدت چهار هفته تعطیل خواهند بود و دورکاری کارکنان در مشاقل سازگار با این روش افزایش خواهد یافت. ژان کستکس نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه با تشریح جزئیات محدودیت های تازه در فرانسه برای مقابله با موج سوم شیوع ویروس کرونا موافقت اکثریت مجلس ملی این کشور را برای اعمال این محدودیت ها کرد. با سپاس از شما که به این خبر توجه کردید امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار